خب خوب گوش کن. گفته رد فرض محدودیت و نقص داشتن خدایان تصور شده در توحید در کدام آیه تجلی می‌یابد و حق تصرف قائل بودن برای انسان در کنار. ببین حق دخل و تصرف که میشه ولایت، درسته؟ در کنار اومده مفهوم شرک رو میرسونه، پس میشه شرک در ولایت، اوکیه؟ این که محدودیت و نقص داشتن خدایان تصور شده، این که چند تا خدا متصور بشی، این بنگر چیه؟ این بنگر شرک در خالقیت، اوکیه؟ که با توحید در خالقیت رد میشه. میریم سراغ گزینه‌ها. لله اومده بچه‌ها، این بنگر چیه؟ این بنگر مالکیته. پس گزینه 3 هست و گزینه 2 هم هست. الله خالق کل شیء، خداوند خالق همه آسمان ها زمینه. چرا؟ چون واحده، به اضافه اینکه قهاره. واحد بودن خداوند چیو میرسونه؟ اصل توحید رو میرسونه، اوکی؟ خب پس بین گزینه 1 و 4 باید انتخاب کنیم. آقا اینم که بهت گفتم شرک در ولایت رو میرسونه، روبیت هست، میشه جواب میشه گزینه شماره 4. میریم سراغ تست بعدی.